انتشار برای نخستین بار تصاویری که در گزارش بعدی خواهید دید بخشهایی از حضور رهبر انقلاب میان سیل زدگان ایران شهر در تابستان سال 57 است. 45 سال قبل و چند ماه پیش از پیروزی انقلاب شهری در جنوب شرقی ایران را سیلی فرا گرفت که مسیر آن با حضور یک فرد تبعید شده سمت و سوی جدیدی پیدا کرد. به رغم هوادارانش که افسوده می شد تبعیدش کردند از مشهد به سیستان و بلوچستان. جا به جایی 1300 کیلومتری او البته کارگشا نبود. نیروهای امنیتی دلیلش را در نامه محرمانه اینطور نوشتند: در حادثه سیلی که چندی قبل در ایران شهر جاری و به اهالی خسارت مالی زیادی وارد و زندگیشان تباه کرد، سیلی که صحبتش در میان است 80% از آبادی ایران شهری ها را ناآباد کرد، زار و زندگی مابقیشان هم ماند زیر گل و لای. میان این تصاویر خاکستری که امروز بعد از 45 سال برای نخستین بار به طور کامل پیش چشم مخاطب می نشیند، سایه روشن هایی از آن مرد تبعیدی هم هست. از کجا میاد؟ او که برای دانستن نسبت جرمش با این حادثه باید به همان نامه محرمانه برگشت. یک نفر از آخوندهای تبعیدی به نام شیخ خامنه‌ای در شهرستان ایرانشهر کمک نقدی و جنسی از قبیل پتو، خاروبار و از هر رقم می نماید و کمک وی باعث رفع گرفتاری مردم شده. این مرد را می گوید او که به پای کپرها نشسته، کاغذ و قلم به دست تعداد سیل زده ها را ضبط و رفت می کند. ایشون خیلی زنگ می زنند به شهرهای بزرگ مثل یزد و جای دیگه که به کمک رسانی مردم برسند و وقتیشون زنگ می زند کمک ها سرازیر می شه. در تاریخ مونده که عده‌ای دیدن ایشون رو در حالی که پاچه های شلوارش بالا زده بود و گونی برنج آد رو به دوش گرفته بود و از این خونه به اون خونه میرفت مشاهده کردم. حالا هم آذوقه بود، هم سرپناه و هم یک همنشین جدید برای بلوچ زبان ها. ساواک از تبعید این را نمیخواست، پس نامه محرمانه جدیدی از سر رسید. هر روز بر تعداد حاضرین در مسجد آل رسول اضافه میگردد و تعدادی از افراد به منزل او میروند. ما یک گروه امداد تشکیل دادیم، خود اون گروه امداد هم خیلی موجب شد که آشنایی و محبت ما با مردم بیشتر شد. خاطره های شیرین آن روز حالا یک سرفصل از توصیه های اوست برای این جمع در تازه ترین دیدارش. تبلیغ بدون روحیه جهادی روح لازم رو نداره. این روحیه جهادی با توجه به این آیه شریف است که ولا یتعون موت عن یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو و نیلا الا کتب لهم بهی عمل صالح. اون کاری که غیظ کفار رو برانگیزه عمل صالح. آن سالها برای او غیظ کفار شد حکم یک تبعید دیگر. نام این خاطرات در تبعید را بر تبعید گذاشتند، روایتی از روزهای 39 سالگی مردی که در تبعید گرفتار نشد، بر تبعید فائق آمد. زهرا ایزدخواه، خبرگزاری صدا و سیما.